به نام خدا. برای پارتیشن هارد دیسک روی مکبوکتون میتونید از قسمت دیسک یوتیلیتی ابتدا هارد دیسک مورد نظرتون رو، هارد دیسکی که اینترنال هستش روی کامپیوترتون رو انتخاب کنید. دیسکی که روی کامپیوتر من هستش 1 ترابایت هست و 10.89 گیگابایت فضای مک او اس من هستش که اشغال کرده و نرم افزارهایی که نصب کردم. میخوام این هارد دیسک خودم رو پارتیشن کنم و به درایو های بیشتری تقسیمش کنم تا بتونم روی هارد دیسک خودم مدیریت بهتری داشته باشم. برای این کار ابتدا انتخاب میکنم هارد دیسک خودم رو و از بالا قسمت پارتیشن، اینجا میبینید که فضای کلی هارد دیسک رو برای شما نمایش میده. روی به اضافه پایین کلیک میکنید و اد پارتیشن رو میزنید. در این قسمت میبینید که برنامه به صورت اتوماتیک به دو قسمت 500 گیگابایتی برای من تقسیم کرده که 500 گیگابایت اول رو برای سیستم عامل من در نظر گرفته و 500 گیگ فضای خالی. خب من ابتداعاً همینجوری این رو پارتیشن میکنم، یعنی میخوام 500 گیگ برای محل نصب اپلیکیشن هم و مک او اس هم باشه، چون من اکثر اپلیکیشن هم برنامه هایی هستن که برای برنامه نویسی ازشون استفاده بکنن، در حقیقت آیدی هستن و فضای زیادی رو اشغال میکنن و همچنین برای پروژه های برنامه نویسی خودم میخوام روی اون سیستم ازشون استفاده کنم. به خاطر همین من 500 گیگ اول رو برای درایو اصلی خودم قرار میدم. اینجا برای 500 گیگ بعدی که اینجا بدون نام هستش، آن تایتل بدون عنوان، اینجا یک تایتل برای هارد خودم در نظر میگیرم. به عنوان مثال my file و فرمت دیسک خودتون رو دوستان اینجا میتونید تعیین کنید. من فرمت این دیسک رو هم بر روی مک او اس استند قرار میدم و اپلای رو میزنم. پارتیشن کانتینیو ساب میکنیم. اینجا تموم شد. نکته ای که باید بهش توجه داشته باشید اینه که در حین پارتیشن نباید کامپیوترتون از برق خاموش بشه. بهتره که کابل شارژر رو به سیستمتون وصل بکنید تا پایان این عملیات کامپیوترتون بر نفعی خاموش نشه. اینجا پارتیشن من ساخته شده. داون میکنم. میبینید که درایو مای فایل برای من با فضای 500 گیگابایت ایجاد شده. خب اگر الان میخواید این درایف رو هم باز به پارتیشن های کوچکتر تقسیم بکنید، کافیه که انتخابش بکنید و مجددا پارتیشن رو بزنید. اینجا انتخاب میکنیم که از کدوم 500 گیگ برای ما، یعنی از کدوم درایف برای ما بخوایم پارتیشن جدید بزنیم. من مای فایل رو انتخاب میکنم، مجددا پارتیشن و میبینید که باز به یه قسمت 250 تایی برای من تقسیم کرد که میتونم مجددا باز هم مک او اس اکستند رو براش انتخاب بکنم. برای فرمتش یک نام براش در نظر میگیرم و اپلای میکنم و میتونم 3 تا درایو داشته باشم. الانم اگر از قسمت فایندر نگاه بکنیم میبینی که مای فایل اینجا برای ما ساخته شده. امیدوارم تو از این آموزشم برای کافی برده باشید.